از وقت ما کارهای زیادی داریم که مثلا باید انجام بدیم شاید مثلا نیاز داریم که یک صفحه کتاب بخونیم یا مثلا یک صفحه بنویسیم یا درس ها یا مشق های کارهای خانگی که داریم انجام بدیم یا مثلا هر کار دیگه ای که داریم قرار انجام بدیم ولی نمیدونیم یعنی انجام داد... انجام نمیدیم درست یا اینکه میریم بعد صفحه فیسبوک خود میریم یا مثلا میریم که باید کسی پیام میدیم جواب پیام ها رو میدیم سعی میکنیم که برای از ما که کامین داده که نداده ی بسیاری یک چیزی است که ما را از کاری که ما باید انجام بدیم ما ذهنی ما را از کار ما میگره تمرکز و ذهنی ما را در رای دیگه این بره و وقتی که ما این رقم میشیم بعد از اینکه مثلا بعد از چند دقیقه این قرار است یک کار را مثلا سر ساعت 11 مثلا این کار خود انجام بدی در او وقت تو مصروفی پیام دادن یا به فیسبوک است و وقت که آدم می رقم از کار قرار است انجام بدی میری در سر یک کار دیگه بسیار احساس بد پیدا میکنی او احساس بد و وقت که آدم احساس بد داری آدم استریس میگره و آدم ذهن آدم یعنی آرام نیست و وقت که آدم استریس داری دیگه نمیتونی کار درست انجام بدی وقت که در حالت استریس رفتیم که باز یک دفعه دیگه میفیسبوک فیسبوک چک می کنم دیگه نم فرمات صاحب یک دیگه یک کار و او وقت است که ان ذهنت بسیار یعنی چیز میشه درگیری از این چیزهای ناراحت کنینده میشه و هم یک کارهای خود نمیتونی درست انجام بدی و رمز از که بتونی کارهای خود درست انجام بدی کارهای خود سر موقع انجام بدی اوی هست که هر کاری که داشتی کارهای خود لیست کو شروع کو هر کاری کو فرض میخوای یک صفحه بنویسی صفحه و او کار خود لیست کو شروع کنه نوشتن وقت که نوشتن شروع میکنی 5 دقیقه یا 10 دقیقه اول چی یک کمی آدم گوی نوشته میکنی توقف میکنی ولی اگر تمرکز کنی به نوشته کردن بعد از ده دقیقه به حالت یعنی ذهن یا حالت دم در حالت روان میشی که وقت در هر چقدر کار یا هر چقدر که نوشته باشه آدم انجام بدی با مزی که توقف میکنی دوباره باز در حالت میری که یعنی باز شروع کردن نوشته کردن برای سخت است به او خاطر وقتی هر کاری داره مثل نوشته کردن خواندن یا هر کارایی که مثلا جزئی است ولی ما خیلی جدی نمیگیریم مثلا کارهای روزانه کارهای مهم که است سری کار رفتن یا هر چیزی دیگه مجبور هستیم اونا رو میرم انجام بدیم ولی کارهای جزئی مثل یک صفحه نوشتن و یا یک یک صفحه خواندن یا هر چیزای جزئی که مثلا در دا خانه دارین لباس شستن دارین هر کاری دارین اینا کارهای جزئی هست که مثلا یک کس ما رو مجبور نمیکنه ولی باید انجام بدیم ولی وقتی که انجام نمی‌دیم، احساس گناه میکنیم احساس بد داریم پس رمز یزی که بتونید کارای خود رو فوری انجام بدی این است کارای خود رو لیست کنین و شروع کنین کارای خود به انجام دادن اگر مثلا خواندن هست یک چیزی هست در جای برین یا اگر میتونید اتاق پیدا کنین که کسی مزایی میتون نشه کسی نگوید در وسط حرف در وسط کارتون که چطور یا هیچ چطور. چون وقتی که آدم یک دفعه حالت روان شدی اگر کسی آدم توقف به این معنا که یک ساعت یا نیم ساعت و کار دم پس انداخته چون ده دقیقه بیست یا نیم ساعت طول میکشد تا برای بعضی ها شاید یک ساعت طول بکشه تا در حالت روان شوه یعنی در حالت روان به این معنا که اگر تو یک س... کتاب میخونی آدم یک صفحه دو صفحه حالا هیچ نمیفهمی در صفحه چهارم پنجم که رسید تازه شروع میکنی با فهمیدن چرا دلیل چی است که ما پیش از ذهن ما بسیار فکرهای من نفهم دیروز با بچا کجا رفته بودیم در فکر پیام است در فکر نفهم کامند است عکس است ولی وقتی که صفحه کتاب در صفحه چارم سیم 3 رسندی او وقت است که فکر ما ذهن ما یواش یواش از فکر را قطع میشه تمرکز ما 100 درصد سر میز کاری که عملی انجام میدیم سر میز میشه پس ای مثلا این یا این چیز برای همه کارهای ما مثلا یعنی مطابقت داره یا یعنی امی قانون به همه کارهای ما به کار میره اگر ما استفاده کنیم هر کاری که داشتیم مثلا اگر کاری داریم نگو که فیسبوک رو اکسای کنیم یا این ویدیو رو تا این قسمت رو یا فلان کنیم چون به این خ... ای روزا خصوصا بیشتر جوان ها مصروفی مثلا سوشل میدیا و فیسبوک و تا و تا و بالا و این طرف و طرف هستیم این ما رو بسیار از کارهای ما پس میندازه پس کارهای خود لیست کنین و فوری شروع کنین حتی اگر شده تلفن خود با حالت سی سایلین یا داده ها یا اینترنت چه بیخی قد کنین که دیگه پیام های یا چیزهایی که شما را مثلا از هر از کاری که در انجام میدین ذهن تو را از او گرفته به او چیزی دیگه مصرف نکنه بخی پا... او قد کنین که اصلا برای اما یک ساعت یا نیم ساعت کار خود میخواید انجام بدی برید نه بیای و هیچ چیزی دیگه نه وقتی که آدم 100 پرسن یعنی تمرکز داری صد درصد تمرکز داری سری کاری که انجام میدی او وقت است که سرعت کار دن بسیار بالا میره پس از این رمز استفاده کنین که آدم هم بسیار احساسی سرحال بودن و انرژی بودن میکنه و هم احساس اعتماد به نفس و جرعت با بخاطر هر وقت که ما کارهایی که در دوش مست اونا را در زمان معین در وقت درست انجام میدیم احساس انرژی و احساس سرحال بودن میکنیم ولی وقتی کارها را ما با تحویق میندازیم مثلا ویدیو سعی میکنیم دیگه میکنیم در این حال که در ده ما چیز میدنه که ما باید اینی کارا اینی ساعت یا اینی وقت باید انجام میدیدیم ولی نمیکنیم او بسیار هم ذهن تون میگرم یکی از درونن یعنی نارام است یادم یعنی احساس سری حال بودن و احساس نمیکنی اگر بیرون بریم بری هم لذت کامل نمیبری اگه با کس حرف بزنی هم لذت کامل نمیبری پس بهترین چه میگه هر کاری داری کارت انجام بدی و بعد برو مثلا اگر قرار با دوستا ملاقات کنی قرار جوابی کسر بدی چون ما همیشه چندین کار همزمان انجام بدیم اگه بخوایم با کس حرف بزنیم میره مثلا یک دوست ملاقات کنیم با جایی که 100 درصد تمرکز ما سر از دوست ما باشه امرای ازو گپ بزنیم مصروف تلفن و پیام میشیم ولی وقتی قرار است که ما مصروف پیام دادن جواب کس رو درست بدیم اون وقت مصروف ازو جواب صد 100 درصد تمرکز نداریم یا فیلم یا یک چیز دیگه را سعی کنیم فکر و چون کدام طرف دیگه پیام نیمه نصفه جواب میدیم ای بسیار یک ضعف کلان در شخصیت یا همگی ما یعنی بیشتر ما بعضی کم بعضی زیاد ولی اگر میخوای که موفق باشی میخوای که تمرکز تو سر هر کار صد درصد باشه اگر به کسی جواب پیام شرم میدی 100 درصد تمرکز تو به جواب پیام شه باشه اگر با دوستای خود بیرون مری خود سنی عادت بسیار بده اگر با دوست خود بیرون مری اصلا تا حد داره که میتونی از تلفنیتون استفاده نکنی به خاطری که ما اگر بیرون مادی ماگر ما اگر با دوست میخوایم جایی بریم به این خاطر است که با همراهش حرف بزنیم لذت ببریم گفتگو کنیم ولی چرا وقتی که ما همراهی هستیم تمرکز ما روی کامند و فیسبوک و عکسای کیکی است؟ هر کدام سر جایش بگذارین و کار را که به دو شما است امو دقیقه شروع کنین انجام بدین و ببینین نتیجهش چقدر احساس انرژی و چقدر احساس قدرت میکنین پس از این رمز استفاده کنید که بسیار کمک میکنه برای پیشرفت در زندگی برای حتی اگر عادت کنین این مثل یک ورزش یا باشگاه رفتن است همونطور که باشگاه میری اول های آدم ضعیف و سرش قدر که میری میشی یاد دادم ممنون تورو داد وقت که هات یادت عادتی 100 درصد تمرکز ایر بر خود یک نامگذاری 100 درصد تمرکز هر کاری که 100 صد درصد تمرکز مون نوشته میکنی 100 درصد نوشته پیام جواب کسری می دی 100 درصد تمرکز بر جواب دادن مطالعه میکنی صد در صد تمرکز تو برای مطالعه هر وقت که کار میکنی کارهای خود رو سبوک بگیر و انجام کشید بگذار برو سر دیگه کار این احساس اینج... لذت داری ام احساس سرحال بودن داری و همین که تو بسیار به سادگی و براحتی انجام میشه پس هیچ وقت چندین کار همزمان انجام ندهیم که چندین کار همزمان به این معنا که مثلا اگر فرض کن ما یک موتر داریم یا چیز داریم اگر نیاز باشه یک بار رده و ببریم یک حمل کنیم یک مثلا هر چقدر بار زیاد باشه که بیتونیم مثلا یک دفعه بیم یک تعداد کم ببریم دیگه دفعه دیگه دفعه ما میتونیم همه اشرا تا شب خلاص کنیم ولی اگه بخوایم بگیم نه یک دفعه همه اشرا اندازیم ببریم صد درصد که یا اون موتر خراب میشه یا یک مشکلی میاد که نمیتونیم ببرم صد درصد خراب میشه نمیتونه ببره و کارا میتونه هر وقت که ما صد, صد ها کار یک دفعه میخوایم انجام بدیم میخوایم مثلا پیام جواب کسری بدیم میخوایم مو فیلم سعی کنیم میخوایم نمفهم قد یک کسی دیگه گپ بزنین هیچ کدام چرا انجام دادن نمیتونیم و احساس خیلی بدی از برای از ما می میدیم پس ایج وقت یه ای رقمی نباشین از ای آگاه باشین و صد درصد تمرکزتان سر کارایتان باشن اگر دوستان ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تشکر میکنم تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند میسپارم از ویدیو اگر خوش آمد ویدیوی ما را لایک کنین و به کانال ما هم سابسکرایب کنین ویدیوهای بیشتر رو با شما در میان می‌گذارم که در هر جنبه زندگی کنترل زندگی خود به دست بگیریم و به سوی هدف ها به سوی خواسته های خود پیش بریم موفق باشین تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند میسپارم خدا یارتان